آمریکا. شنوندگان عزیز، می‌رسیم به بخش دوم برنامه امروزمون. به دنبال خورشید از رادیو همراه میشنوید. شود که میهمان ارجمند امروز ما آقای سهراب چمنارا هستن، بهتر بگم مهندس سهراب چمنارا، زیرشون ایشون یک مهندس برق هستن، از لندن فارغ التحصیل شدن ولی بیشتر به کتاب و کتاب نویسی روی آوردن. ایشون هم کسی هستن که کتاب شاهنامه رو نوشتن، شاهنامه کتاب مقدس ایرانیان رو نوشته بودند و همون کتابی هست که چند تاشون محبت کردن و ما در برنامه چیستانمون به شما دوستان عزیزی که خواستید فرستادیم یا میفرستیم همراه که برنده بشوید. ایشون کتاب دیگه رو برشه تحریر در آوردن به اسم سفری به حقیقت یا Journey to the Truth که ما امروز قسمت اصلی صحبتمون درباره همین کتاب است. تا چند لحظه دیگر مصاحبه بنده رو با ایشون بشنوید. خدمت جناب آقای سهراب چمنارا در شرق آمریکا سلام عرض کردم. قربان، سلام بر شما. خوبین انشالله؟ حالتون چطوره؟ خوبین؟ خیلی متشکرم. با برف و یخ و اینا چطورین؟ سرما کولاک میکنه ها؟ بله، یخ بندانه. این منطقه گیر کردیم توی این سرما و نمیتونیم برگردیم به اونجایی که آمدیم. بله، عرض شود که این روزها به نظرم این سنف برف پارو کنها خیلی سکه باشه کارشون. همه... کار ما دیگه از پارو کردن گذشته. اینجا حدود 2 فیت هست توی یک مزرعه در وست ورجینیا هستم که بله بله. باید صبر کنیم تا یخ آب بشه. بله صبر بکنید، صبر ما زیاده قربان. بله. خب بپردازیم جناب چمنارا به کتاب جدیدتون سفری به حقیقت که در ارتباط با تصوف هست. ممکنه خواهش کنم خودتون توضیحات لازم رو بدید؟ منتظریم. بله، البته این کتاب جدیدم نیست، همونطور که در برنامه قبلم خدمتتون عرض کردم کتابی است که تقریبا میشه گفت اولین کتابمه و 2005 به اصطلاح بیرون آمد، 10 سال پیش. بله کتاب، بله سفری به Journey to the Truth، کتاب به انگلیسی بود و به علت اینکه اولین کارم هم بود بعد از مدتی به فارسی هم ترجمهش کردم به نام سفری به حقیقت و داستانش بیشتر یعنی مبنای داستانش بیشتر روی تصوف و عرفان ایرانیه. بله بله. قبل از معرفی این کتاب بنده میخوام یک مقدمه در مورد تصوف خدمتتون عرض کنم اگر موافق باشید. بله خواهش میکنم، بفرمایید. بله، شخصشناس بزرگ بریتانیایی نیکلسون که گویا مثنوی مولوی همین به اصطلاح تصحیح کرد و بهش مربوط میشه، معتقده که تصوف ریشش اصولا از نو افلاطونی غرب آمده. از طرفی استاد سعید نفیسی هم در کتاب پیدایش تصوف خودش معتقده که از هندوستان آمده. برتلس روسی که همین شاهنامه چاپ مسکو از اونه و به اصطلاح خوب ما باش آشنا هستیم، کتاب خیلی قطوری در مورد داستان تصوف در ایران و صوفیان و اینها داره و اون بین این دوتاست. البته بنده نمیخوام زیاد با این دو بزرگوار مخالفتی کرده باشم، ولی من معتقدم در حقیقت ریشه تصوف باید در آموزه های زرتشت با سه فرمان پندار نیک و گفتار و کردار نیکش پیگیری کرد و بنیانگذار تصوف در ایران به اعتقاد من اون بوده. عجب. که برخلاف اون چی که معتقدن به 3500 سال پیش میرسه، پارسال در ترکیه همین بالای کوبانی در کردستان ترکیه در نشنال جیوگرافیک و اینها من یک مقاله خواندم که یک آثار تاریخی پیدا کردن متعلق به 10000 سال پیش که علائمی از زردشت و اینها توش هست. یعنی میخوام بگم که البته الان به علت این که زیادم مشهور نیست به خاطری که خب در منطقه کردستان ترکیه است، حالا اگر در آنکارا این پیدا شده بود ترک ها میگفتن آقا زردشت هم حتما ترک بود. به هر حال ریشه های این تصوف در کابالای یهودی میشه به خوبی دید که یهودیت، یعنی کابالا حتی از یهودی هم قدیمی تر، هرچند که یکی از مذاهب یهودیه. بالاخره میرسیم به این که خود
عیسی مسیح هم یک درویش یهودی بود که با فدا کردن جان خودش برای گناه دیگران مسیحیت رو بنیان گذاشت. اینها البته در مورد افسانه هاشه که دارم خدمتتون عرض می‌کنم، و هرچند نام تصوف در ایران و درویشی مترادف هست همیشه با شاه درویشان مولانای خودمون، مولانای بلخی و رومی، ولی می شود گفت 1200 سال قبل از او، در 1000 سال پیش، فردوسی با داستان ایرج و داستان زندگی اون که چطوری فدا شد، میشه گفت باز ما رو میبره به اون افکار تصوف که حتی 200 سال بعد از او در زمان سعدی که هم دوره مولاناست، باز ما برمیخوریم به یکی از گفته های سعدی که رحمت بر آن تربت پاکش باد، که گفت میازار موری که دانه کش است و جان شیرین خوش است. به هر حال کتاب مثنوی میشه گفت داستان تصوف در حقیقت. با حمله اعراب و شکست ایرانیان بعد از 50 سال مقاومت، بالاخره ایرانیان تنها راه مبارزه خودشونه با حکومت خشن و بیابانی عرب با تصوف شروع کردن و پرچمدار این مبارزه بر علیه خشونت اعراب میشه گفت که همین صوفیان ایرانی بودن که بعدن شیعه واقعا میشه گفت که از تصوف بیرون آمد، البته شیعه یعنی پیرو، و بعدش اینها ایرانیان برای این که یک مذهب جدید ابداع بکنند باید قهرمانی درست میکردند، که خب حضرت علی اون قهرمان شد و در تاریخ ما دو حضرت علی داریم، یک حضرت علی تاریخی که واقعا اون داستانهای زندگی خودشه، و یک حضرت علی اسطوره‌ای که ما ایرانیان ساختیم برای بنیانگذاری تصوف و شیعه. و این شروع شیعه بود که واقعا میشه گفت شیعه 500 سال پیش توسط شاه اسماعیل صفوی باعث نجات ایران، یعنی از ایران از میان خاک و خون و خاکستر که همه فکر میکردن که اصلا ایران از بین رفته، همین شیعه که ایرانیان ابدا کردن بالاخره 500 سال پیش به نتیجه رسید و ایران شد ایران. منتها 200 سال طول کشید که این شیعه تبدیل شد به شیعه خرافی، یعنی زمان شاه سلطان حسین که انگلیس ها همین پدر باقر مجلسی از هندوستان آوردن به عنوان یک آخوند جاش کردن و شیعه ما را تبدیل کردن به این شیعه خرافی امروزه. صحیح، بله. فکر میکنم این داستان تصوف و شیعه کافی باشه که ذهن شما را آماده بکنه که حالا چی شد که من این کتاب سفری به حقیقت را یا A Journey to the Truth اول به انگلیسی نوشتم، و اون این بود که خب ما ایرانی ها به مجرد این که حرف از تصوف میزنیم برای ما راحته، خیلی راحته که همه چیز در موردش بفهمیم، ولی برای انگلیس ها مشکل بود این کار، و من کاری که کردم اینه که یه قهرمانی پیدا کردم، درست کردم که متولد سال 1947 در شیکاگو و این یک سیاه پوست بوده که اول مسیحی بوده، بعد زمانی که 15-16 سالش میشه اون زمانه مالکم اکس تبدیل به یک مسلمان میشه، و بعدش وقتی فارغ التحصیل میکنه میره توی ذوب‌آهن همین پایین شیکاگو در گری ایندیانا، اونجا مهندسی میکنه و یهودی میشه چون دوستان یهودی داشته، بعد وقتی فارغ التحصیل میشه میلیونر میشه، خلاصه یک زندگی بسیار پرتلاطمی داره، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر مذهبی، یعنی مذاهب مختلف این قبول میکنه و
نهایتا یه مدتی هم لامذهب میشه، حتی بعدش میره دنبال بودایی میشه. اصلا یادم رفت که این بودا هم بگم به شما که خود بودا یک درویش زردشتی بوده، یک موقع زردشتی بوده که مهاجرت میکنه به طرف شرق و در اونجا دین بودا رو به وجود میاره. حالا این هم خودش یک داستان مفصلی است. به هر حال برگردیم به کتاب سفری به حقیقت، Journey to the Truth. بعد این به اصطلاح درویش میشه و وقتی که سن 40 سالگی میرسه با سهراب که خود من بودم که وارد این داستان میشم، وارد داستان میشه و اینها دوتای با هم یک بحث بزرگ فلسفی شروع میکنن. و چون در اون موقع من کتاب اول به با اشعار حافظ نوشته بودم و این قابل نوشتن به انگلیسی نبود، چون ترجمه اینو من از رومی استفاده کردم، از اشعار رومی استفاده کردم و بعد کتاب بالاخره این دوران تلاطم فکری و مذهبی وقتی طرف طی میکنه به نتیجه نهاییش میرسه و اون این که تمام مذاهب یکی هستند و آموزه های تمام ادیان اینه که توی آدم خوبی بکنند. به همین دلیل هم هست که شما در تصوف میبینید که اینها فرقی بین مسیحی و یهودی و بودایی و مسلمان و اینها درشان نیست، هرچند که مسلمانند. به همین دلیل هم هست بزرگترین عارفان ما را شما از فردوسی بگیرید، حافظ، سعدی، مولانا، ازشان واقعا وقتی برید تو کنه مطالب اینها که شما معتقد به چه مذهبی هستی میبینی که آقا اینها همه مذاهب قبول دارن، اون مذهبی که اینها رو به نیکی هدایت بکنه. و این داستان آخرش هم یک نتیجه گیری خیلی خوبی ازش میشه. و کتاب بعدن چون شخصی به نام داگلاس دیفو برای من به انگلیسیش به اصطلاح ادیت کرده بود، خیلی روش زحمت کشته بود، انگلیسیش واقعا خوبه، چون انگلیسیش انگلیسی من نیست، انگلیسی تقریبا میشه گفت انگلیسی اونه. و بعد چون کتاب برنده جایزه‌ای شد، مخصوصا ریدر دایجست سال 2005 اینه به عنوان کتاب سال اسپریچوالیتی انتخاب کرد. جالبه. بعد ما به فارسی هم ترجمهش کردیم که در ایران هر چه سعی کردیم اینه چاپ کنیم نشد، نذاشتن. حالا فکر کنم دیگه وقت ما هم داره به پایان میرسه. بله، عرض شد خدمتتون، بالاخره اون بحثی که میکردید با اون شخصیت تخیلی خودتون که گفته که سیاه پوست بود و همه ادیان هم پذیرفته بود، بعد از این دین به اون دین رفت، به کجا رسید بحثتون؟ به نتیجه رسیدید؟ درویش شد دیگه. درویش شد؟ یعنی نتیجه اونم نتیجه گیری کتاب همینه، وحدت وجود یا یونیتی ادیان همینه، که آقا به اون چیزی که در تصوف هست. اتفاقا در کتاب گریه نکن ایران یک بحثی بین رازی و فردوسی من پیش آوردم که رازی به فردوسی میگه آقا بالاخره تو به ما نگفتی که تو مسلمانی هستی یا زردشتی. بله. چون اصول تصوف در اینه که برمیگرده به همون آموزه های اولیه زرتشت و نیک بودنشان اینه که وقتی بیارو میگن آقا یعنی آدم درویشی یعنی آدم خوبیه دیگه، یعنی حالا براش فرقی نمیکنه این بودایی باشه، حتی لامذهب هم ممکنه باشه. بله واقعا ممکنه. بله خیلی ممنونم. واقعا در حقیقت هدف نهایی این است که انسان خوبی باشه. به قول مرحوم پدر بنده محمد علی جاوید میگفت ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. این حرف بود که همیشه آویز گوش بند است. خیلی ممنونم جناب چمنارای عزیز، از صحبتاتون بهره بردم، استفاده کردم، چند تاشم یادداشت کردم رو اوسشو. در فرصتی دیگر بیشتر در خدمتتون خواهم بود. اوکی؟ خیلی متشکرم. ممنونم. خدا نگهدارتون. مرسی جناب. خدا. خدا حافظ. بله با آقای سهراب چمنارا بودیم در وست ورجینیا در ارتباط با همین مسئله کتابشون و از این قبیل. سفری به حقیقت با ما صحبت کردن. دوستان ارجمند، به چند تا آگهی میپردازیم و برمیگردیم. مطالب دیگری هست که در بخش سوم خدمتتون ارائه خواهم داد. با ما باشید.